اینجا رادیوی جهانی پارس در خدمت شماست. دوستان عزیز، سروران گرامی، خوشحال هستیم که با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستیم و با شما می در منازل شما با یک بحث دیگری رو مطرح کنیم و در مورد اون صحبت کنیم سوالی که خیلی ها در طول سالهایی که من در ایران بودم و همینطور در اروپا هستم شنیدم از بسیاری و خیلی بحث سوال واقعا مبحث داغیه و ولی قبل از اینکه سوال رو مطرح کنم و شما رو میخوام یکم اشتهاتون رو بیارم بالا تحریک, کنم و قبل از اینکه سوال رو مطرح کنم می‌خوام وبسایت رو باز به شما یادآوری کنم که وبسایت پرپاسخ.com رو اگر انگلیش بنویسید پرپاسخ.com میتونید به اون وبسایت مراجعه کنید و سوالاتتون رو بخونید و در اونجا پاسختون رو بیابید و اگر سوالی هست که مطرح برای شما مطرح هست ولی اونجا نوشته نشده در ایمیلی که زیر جای ایمیلی که در زیر وبسایت هست سوالتون رو بنویسید و ما پاسخ خواهیم داد اما خوشحال هستیم که بعد اون آرمان کارشناس برنامه ما امروز با ما هستند در این سری از برنامه ها و سوالات ما رو پاسخ میدن پس شما هم سلام بگید سلام بله شما هم کشیش بابا خانی هم فرمودن که ما در منازل شما هستیم ولی خب متاسفانه در سفره عزیزان شریک نیستیم, نیستیم. بله, بله. چایی و نمیدونم <تصفح> شیرین و خودچی و باغلوا و دیگه بگید بله, بله از اینها بله بله ما محرومیم محرومیم بله بله ای <تصفح> اینجا بود ها بله, بله بله, شما در دیروز تو را به من میگفتید که <تصفح> در یکی از برنامه حتی سرپرایزی بله. گذاشتم براتون بله به بر حال خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم نه. بله. و آرزومون اینه که نکاتی که اینجا خدمتون عرض میکنیم مفید باشه براتون بله بله دقیقا سوالی که مطرح است بعد در آرمان این است که آیا کتاب مقدس بردهداری رو تایید میکنه و موافق م. اون هست یا نه و خیلی میگن که اصلا بردهداری مسیحیت به وجود آورده و باعثش برد برد باعثش برد برد مسیحیت بوده آیا واقعا این درسته این صحیحه و آیا واقعا مسیحیت باعث بردهداری بوده و مسیحیت ترویج داده بردهداری رو یا بله. کتاب مقدس بردهداری رو تایید میکنه یا خیر بله خب الان شد دو تا سوال آیا کتاب مقدس بردهداری رو تایید میکنه و, و دومی که آیا مسیحیت باعش بردداری باعث باعث شده یا نه بله. به سوال دوم باید من جواب نمیدم ام. چون این دوستانی که احتمالا این سوال رو کردن می بایست تاریخ مراجعه نه اصلا یه سندی رو کنن بله. آخه مطابقه کدوم اسناد و مدارک تاریخی بله. این حرف رو میزنند بله. لاقل اسم دو تا کتاب معروف م. و شناخته شده و معتبر رو بله. بگن بله. که نشون بده م. که اولا تو این کتاب برده داری ترویج شده گفته بله. برده داشته باشین بله غیر از اون کتابای تاریخی به ما بدن بله. پس اون سوال رو بذاریم کنار چون بله. 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 مثل مثل این سندیت که... نداره نه مثل, مثل... مثل اینکه من بهتون بگم که شما تو حسابتون حساب بانکیتون یک میلیون دلار پول بله. دارید بله بله که نداره. بگم که ثابت کنید که ندارین. م. شما نباید ثابت کنی بلد. من من که مدعی هستم باید ثابت کنم که شما دارین بله بله یه اصحاب... چی میگن صورت حساب بانکی بهتون نشون بدم بگم ببینید مطابق این صورت حساب شما یه میلیون تو حسابتون هست بله شما بله. موظف نیستید که بله. به من ثابت کنید که ندارین بله من موظفم که ادعام ثابت ادعام بله کنم. پس بله. اون رو بذاریم کنار بله،, بله بریم به سوال اول دوباره بفرمایید آیا کتاب مقدس داری رو تایید میکنه؟ خیر من طبق عادت سنواتی بله این سوال رو تجزیه تحلیل میکنم بله به این ترتیب آیا کتاب مقدس بردهداری را تایید می کند؟ ام. من میپرسم کتاب مقدس تعریفش چیه؟ بردهداری چیه؟ تایید کردن یعنی چی؟ بله خب بهتر نیست این کار رو بله، بله، که وقتی می، میگیم آیا دقیق کتاب مقدس, بر... کتاب مقدس بردهداری را تایید میکند باید اینها رو تعریف کنیم بله. حالا اینجا یه پرانتز باز بکنم خیلی از مشکلاتی که مه. یا اختلافاتی که من و شما با دوستان و مخاطبیمون حالا همسرمون یا بچهمون یا دوستامون داریم بله. سر اینه که ما حرفایی میزنیم کلماتی به کار میبریم که من از اون کلمه یک تعریف داشته دیگه دارم دیگه بله. شما یه تعریف دیگه ای داریم بله. بله. ما اول به توافق برسیم که هر دومون بله. منظورمون از کتاب مقدس یکیه بله. منظورمون از بردهداری یکیه و منظورمون از تایید یکیه بله. حالا اول ببین کتاب مقدس چیه بله. ببینید کتاب مقدس ظرف مدت 1500 سال نوشته شده بله. تقریبا بله. از زمان موسا حدود 3400 سال پیش شروع شد به نوشته شدن و در طول تاریخ قوم اسرائیل ادا... نوشتنش ادامه پیدا کرد و آخرین کتابهاش در قرن اول میلادی به دست رسولان مسیح نوشته شد بله. پس وقتی میگیم آیا کتاب مقدس برد داری رو تایید میکنه من فورا میپرسم کجای کتاب این کتاب تایید میکنه اونایی که 13500 پون... سال پیش نوشته شده ام. یا اون قسمتی که 2000 سال پیش ام. نوشته بله. شده چون جامعه 3000 500 سال پیش با جامعه 2000 سال پیش خیلی تفاوت دقیقا میکن. بله. و در ضمن بله. ما باید بدونیم که تورات موسی یعنی پنج کتاب اول کتاب مقدس برای یک قوم بیابانگرد نوشته شده که تازه میخواستن تبدیل به یک ملت دامدار و مزرعه بشن از بیابانگردی بله. به شهرنشینی نشینی برسن بله. و این قوم در یه سرزمین خاصی زندگی می بله. جغرافیایی بله. که اون احکام مربوط به اون سرزمین می بله و جهانی نبود نخه جهانی نبود و بله. حالا خوب اینو شما فرمودین که خب در اسلام گفته میشه که چار پنج تا پیامبر اولوالعزم بودن بله. اولو از یعنی رسالت جهانی داشتن بله ما مسیحی ها این حرف رد نمی کنیم ما به کسی نمی خواهیم توهین کنیم ولی تو این کتاب همچین چیزی نیومده یعنی موسا بله. رسالت جهانی نداشته نه بله. رسالتش این بود که یه ملتی رو از قوم اسرائیل از به وجود بیاره بله, خب؟ بله. و پنج کتاب موسی در این زمینه نوشته شده. خب در این پنج کتاب بردهداری به اون صورتی که ما ازش برداشت میکنیم بله اینطوری نیومده که من الان توضیح میدم بله. پس این تعریف ما از کتاب مقدس بله آخرین کتاب های این کتاب مقدس نوشته های رسولان مسیحه و ما اعتقاد داریم که نقطه اوج مکاشفه, مکاشفه, خدا. خدا به بشر و دیگه محدود و مختص به یک قوم خاص نیست. در یک سرزمین مشخص نیست بله. بلکه مربوط به همه ملل در همه جای دنیاست و یک حکم هم بیشتر نداره و اون حکم چیه محبت, محبت. بله. بله خدا محبت و هم خدای خود رو همسایت محبت کن بله محبت به خدا و محبت به, به انسان ها این در هر فرهنگی در هر نقطه جهان قابل انتباهه در هر زمانی قابل اجراست بله قابل خب. حالا بیایم رو کلمه دوم بردهداری یعنی چی؟ بله ببینید ما تا میگیم بردهداری فورا یاد این تفلک سیاه آفریقایی میفتیم که به زور اینا رو آوردن یا اروپایی یا به خصوص آمریکا. م. من یادم اون زمانی که فیلم تایتانیک رو نشون میدادن بله و همه فیلم های دیگه ام. تحت و شعاع فیلم تایتانیک بودن بله. همزمان با اون یه فیلمی فیلم بسیار عالی ساخته ستیون سپیلبرگ بود به اسم آمیستاد بله ولی این فیلم گل نکرد چرا؟ چون همه میرفتن تایتانیک نگاه میکردن من این فیلم رفتم دیدم و خیلی ام. فیلم عجیبی بود که ماجرای ماجراش این بود که یک کشتی داشت این برده ها رو اسیر که کرده بودن منتقل میکرد به آمریکا ام. و این برده ها شورش میکنن کنترل کشتی رو به دست میگیرن وقتی میرسن به آمریکا فقط خودشون بودن برده رو کشته بودن بله خب بله. و گفتم ما میخوایم آزاد باشیم و یه وکیلی اومد از در دادگاه آمریکا از اینا دفاع کرد نقش این وکیل رو آنتونی هاپکینز بازی میکرد اه. و بالاخره دولت آمریکا گفت بله این عده آزاد آه. خب ما یاد این جور برده داری میفتیم بله. اما به شهادت تاریخ در طول تاریخ برداری چه اشکال مختلفی مختلف بله. داشته بله مثلا فیلم دوران کودکی من که شاید تا حالا 40 بار دیده باشم فیلم عظیم سپارتاکوس بود بله توی فیلم اسپارتاکوس که ماجرای برده‌های رومی بله. حدود ۵۶ سال قبل از میلاد مسیح بود دو نوع بردهداری رو خیلی خوب نشون میده اول فیلم که شروع میشه یه سری برده رو نشون میده بله. که اینا رو شلاق میزدن چون تو معادن استخراج سنگ این بدبخت ها کار میکردن بله. که شخصی به اسم سپارتاکوس هم جزو اینا بود بله. خب اینا رو میزدن زندگی خیلی بدی داشتن بله. این یه نوع برده داری بود یعنی در قدیم مثلا در مصر یکی از اهداف جنگ ها بله. این بود که یه عده رو اسیر کنن بیارن به مملکت خودشون و بردخن. و از اینا کار بکشن بله. یعنی نیروی کار بود و نیروی کار مجانی بله خب بله. این یه نوبردی داری بود که دوستان اگه برن فیلم سپارتاکوس رو ببینن حتما رو چیه یوتیوب چیه بله. فارسیش هم بله. هست بله. ولی تو همین فیلم یه شکل دیگه برده رو هم نشون میده و اون برده هایی بودن بله. که افراد خیلی باسوادی بودن بله. مثلا یه خانومی بود که بعدا همسر اسپارتاکوس بود این معلم بچه های اربابش بود بله. یعنی اربابش بی سواد بود بردهه با سواد بود و معلم بود بله. و بعدا وسط فیلم نشون میده یه نفر دیگر رو اسیر کرده بود. یه عده رو اسیر کرده بودن یکیشون هنرپیشش تونی کارتیس بود هنرپیشه قدیمی بله هنرپیشه بله. این جنرال رومی اومد گفت خب تو چه کاری بلدی؟ گفت من شعر میگم گفت نه آخوی شعر گفتن که کار نیست چه حرفه ای بلدی گفت همین من شعر میگم و میتونم به بچهاتم درس بدم گو خب بس بمون و اینجور برده هم بودن بله. که زندگی مرفهی داشتن بله. و قشنگ زندگی مثل یه کارمند امروزی دقیقاً. دقیقا یه کارمند امروزی آره دقیقاً. بله. ببین ما باز میگم تکرار میکنم دوربین رو باید ببریم به به هر دوره ای که ده. مورد نظرمون بله. هست بله. ببین اون موقع یه عده به طور موروسی صاحب زمین و پول بودن بله یه عده دیگه هیچی نداشتن بله خب تو این سیستم بردهداری به این نوع دومی که تو همین فیلم نشون میده ظالمانه نبود عینا یک کارمند بودن همتی که شما بره. خیلی قشنگ فرمودین ارباب به اینا حقوق نمیداد ولی خونه میداد تو املاک خودش خزام. خوراک میداد و از دشمنان محافظت, محافظت میکرد خب و اینا حق زندگی داشتن تولید طول... مثل میکردن بله. یه نوع سیستم نظام اقتصادی بود بله خب بله بعد عرض بشه که نوع دیگش همون نوع مدرنش بود که در سه چهار قرن اخیر متاسفانه بله. مد شد بله که می رفتن از آفریقا سیاپوستا رو اسیر می کردن. می بردن تو مزاره نیشکر و گندم آمریکا بهم. که اروپایی‌ها تازه به اونجا کوچ کرده بودن و نیروی کار لازم داشتن کار و خودشون بهم. کافی نبودن بهم. این بدبخت‌ها رو می‌بردن اونجا و ازشون کار می‌کشیدن می بله. پس کدوم برده داری در زمان موسی و قوم اسرائیل که در بیابان بودن بردهداری به چه صورت بود؟ در اون زمان به چه, چه صورت؟ داری نبود خب حالا برمیگردیم به مسئله تعیید ما کتاب مقدس رو ام. بررسی کردیم دیدیم که کتاب مقدس چیه بردهداری بله. چه شکلهایی داشته بله. حالا ببینیم که بردهداری آره آیا مورد تایید بوده یا نه بله برگردیم به ابتدای کتاب مقدس که بله. 3500 سال پیش بله. نوشته شده در قوم اسرائیل در دین یهود بردهداری وجود نداشت اما بله. باید توضیح بدم در اون زمان سیستم فیودالیزم بودیم. ببینید ما باید خوب توجه داشته باشیم که در سرزمین کنعان که به تصرف قوم اسرائیل در اومد بله زمین ها بین دوازده قبیله تقسیم, شد. تقسیم شده بود بله. و این زمین ها این نکته خیلی مهمه این زمین ها موروسی بود بله. یعنی من اگر به قبیله من مثلا من قبیله رعوبین باشم در شمال شرقی کنعان اون زمان بله. زمین رسیده بود بله. من حق نداشتم اینو به کسی بفروشم ام. اصلا در کنعانی که به تصرف بنی اسرائیل در اومد چیزی به اسم فروش زمین وجود نب... نداشت بله. نه. این بله. میبایستی همینطور نصب بگذره نمونهش چیه؟ اینی که اگر یه آقایی ام. پسر نیاره مهم. و فوت کنه برادرش باید اون زن متوفا رو بگیره پسری که از اون زن به دنیا میاد جای این پدر متوفا رو آقای متوفا رو میگیره می و زمین به اون میرسه خب بله. بله. این اینطوری بود بله. حالا تو این شرایط بعضی از خانواده ها که زمین داشتن ولی به علتی مثلا مثل بیماری، بله. معلولیت بله. نمیتونستن محصول کافی از زمینشون بله. به دست بیارن خودشون رو برده یه آدم ثروتمند یه ابری، یه یهودی ثروتمند دیگه میکردن بله و و بله. اون ثروتمند اجازه داشت شیش سال از اینها کار بکشه براش کار کنن خونهشون و غذاشون و امنیتشون رو حفظ بکنه بله. و سال هفتم طبق حکم موسا میبایستی اونها رو آزاد بکنه بردهداری در قوم اسرائیل این بله؟ شکلی بوده بله. یعنی موقت بوده و خیرخواهانه بوده بله. و مثل مثلا فیلم سپارتاکوس نبوده که با شلاق بزنه بله. نه بله. و قوانین هست که اگر یه اربابی بزنه دندون یه برده رو بشکونه بله. باید بهش تاوان بده بله خب بله. یا با بیگانه ها غریبه هایی که میومدن در اسرائیل ساکن میشدن قوانین مشخصی بله. حاکم بود بله. و ما اون نوع بردهداری ظالمانه رو تو قوم اسرائیل نمیبینیم نمیبین. پس بله. این در مورد تایید در دین یهود بله. حالا میاییم به مسیحیت بله. مثلا. در حد جدید بارها میبینیم که مینویسه که غلامان مطیع اربابان بله. خود باشید و... خب چرا؟ بله. چون عهد جدید انجیل ها و نوشته های رسولان در فرهنگ رومی یونانی نوشته شده بله. برای اونها نوشته شده بله. در روم و یونان بله. یعنی در امپراتوری روم بردداری بله. به اون دونویی که تو اسپارتاکوس میبینیم وجود داشته بله. و حالا برسیم به تایید رسولان مسیح برده های امپراتوری روم رو به قیام دعوت نکردن بله. بلکه دعوتشون کردن که مطیع ارباباشون باشن بله خوب خدمت کنن و به اربابام توصیه میکنه که با باش. اونها با ملاتفت مامل. و ملایمت رفتار بکنن مامل. و نکته بسیار مهم اینه که من حالا این آیه رو از رساله قلاتیان میخونم خدمتون فصل اگر اشتباه نکنم فصل یک آیه ای هم در قرانتیان هست الان دقیقا یادم نمیاد کجای قرانتیان بود اول قرانتیان فصل هفته اون که میگه که اگر میتونی آزاد بله، بشی... فصل هفته بله آره وقت بشه اونم میخونیم بله بله رساله قلاتیان فصل سوم آیات 26 تا 28 زیرا در مسیح عیسی شما همه به واسطه ای ایمان پسران خدایید حالا ببینید وقتی میگه همه یعنی کی چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر کردید همه یعنی کی الان میگه دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی توجه بفرمایید نه قلام، نه, نه آزاد. آزاد، نه مرد و نه زن چون در امپراتوری روم هم زنها بله. تحت ستم بله. بودن بله. زیرا شما همگی در مسیح ایسا یکی, یکی هستید بله. حالا شما میرید بله. تو امپراتوری روم مثلا در شهر روم خب میگن یک دهمه ده جمعیت شهر روم آزاد بودن نه ده همه دیگه برده ها بودن بله. برای همین باز میریم فیلم سپارتاکوس اگر ببینید میفهمید اونجا اوزاد چجوری جوری بله. بوده بله. اینه که همین این برده ها م. یعنی از هر ده نفر نه نفر برده بودن وقتی میدیدن مسیحی ها برده و آزاد تو یه خونه جمع میشن سر یه سفره میشینن و آزاد و غلام یعنی برده از یک نان اشای ربانی یعنی شام خداوند رو میگیرن جذب میشدن مم. یعنی با... حالا باز میرسیم مسئله تایید درست عهد جدید یا خود مسیح یا خود رسولان برده ها رو تحریک به قیام نکردن ولی به صورت مسالمت آمیز اونها رو از این چیز در بله. حقیقت از این سیستم بیرون آوردن. و میدونید به چه صورتی عمل میکردن به صورت خمیرمایه بله خمیرمایه تاقار خمیر رو بله میترشونه ور میاره بله. ما آرام آرام آره نونمون اینطوری نمی بله بله خب دقیقا. و این کار یک یه شب یه شب تا صبح طول میکشه بله. بله یعنی آهسته کار میکنه برای بله. همین مسیح فرمود ملکوت خدا مثل یک خمیر مایه است یعنی بله. آهسته عمل میکنه بله. چی شد بله این خمیر مایه بالاخره در قرن چهارم من. امپراتوری روم رو به زانو در آورد. بله. امپراتور مسیحی شد، مسیحیت دین رسمی شد و بردهداری ملغا شد، ر... لغف شد. بله. بله. بعد در قرون وستا اون نظامی که فرمودید، حاکم شد، بله. فئودالی، ارباب بله. و رعیت بود، ولی بله. دیگه نه از نوع اسپارتاکوس. بله. ما خودمونم تا ۵۰۶ سال پیش در ایران سیستم افرادالی داشتیم ارباب و رعیت داشتیم بله، بله، دیگه بله, خب؟ بله. این کم کم برچیده شد تا متاسفانه رسیدیم به دو سه قرن اخیر که این خرید و فروش بله. برده های سیاه پوست مد شد که خوشبختانه م. من توی فیلم فیلمی دیدم یه فیلم سینمایی که اسمش الان یادم نیست که نشون میداد نمایندگان پارلمان بریتانیای کبیر بله که ایماندار واقعی بودن اسم بله. ایشون ویلبر فورس بله بود. معروفه ویلبر بله. فورس بله چطور به ضد تلاش کرد که در بریتانیا بله بردداری بله. بشه؟ و بله. خیلی از مسیحیان به ضد بردداری قیام کردن بله. و بله. حتی آبرام لینکل، که بله. رئیس جمهور معروف آمریکاست خودش یک شخص مسیحی بود بله. و بردهداری رو در حقیقت ایشون چیز کردن, با... کردن. بله بل... بله ولی طول کشید تا عواست قرن بله. برنه... آ... بله. که جنگ شمال و جنوب در بله. آمریکا ایالات بله. متحده صورت گرفت بله. سر بردهداری بله، بود بله. که بالاخره بله. طرفداران لغو بردهداری پیروز, پیروز, شدن, شدن. و, و, دیگه این مسئله برچیده شد بله خیلی عالی بله و یک چیز دیگه اینکه خیلی جالبه در زمان رساله فلیمون هست که بله. در اونجا یک اون حالت مسیحیان اولیه رو میبینیم که چطور برخورد میکردن با برده ها؟ بله. و می‌بینیم میبینیم که فلیمون یه برده ای داره و این برده از فلیمون دزدی کرده بله. و در, آفره. آفره. در بله. زندان با با پولوس هم, زندان هم زندانی میشه در هم سلولی میشه و اونجا پیغام انجیل رو میشنوه ایمان میاره و چطور پولوس میگه که او رو مثل جان من بپذیر بله. و برش مثل خودم بپذیر اصلا بله. برش بله. میگردونی که دوباره غلام بشه ولی بله. ولی اندفعه به عنوان یه برادر, برادر, ایمانی بله. 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 خیلی قشنگ این بله. و خیلی زیباست دوستان بله. عزیز به پایان برنامهمون رسیدیم و امیدوارم سوال شما رو برادرمون در آرمان تونستن کمی تا به خوبی, قسمتی. <laughs> به خوبی پاسخ بدن پس تا برنامه آینده در خدمت شما هستیم با سوال دیگر تا برمواند خدا نگهدارتون خدا فیض خداوند ما ایسرای مسیح به همراه شما خدا نگهدار شما میتوانید با ما با شماره واتساپ 2331 638 98 98 98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian at gmail.com میتونید با ما در تماس باشید wrpersian at gmail.com